سیستم کثیف لندن در قهرمانی جهان، دور ششم، دینگ سفید، نپو سیاه. بعد از کش و قوس‌های فراوان و برد زیبای نپو در بازی پنجم، این بازیکن روس تونست یک امتیاز جلو بیفته و نتیجه مسابقات رو 3-2 به نفع خودش بکنه. اما دینگ در بازی ششم برای جبران مافات اومده بود و یک بازی انتقامی دیگر رو پیش رو داشت و توی این بازی از سیستم خیلی خیلی معروف لندن استفاده کرد. اما قبل از اینکه بازی رو ببینیم، دوست دارم نظر شما رو راجع به این مچ بدونم و به نظر شما چه کسی قهرمان این مسابقات خواهد شد؟ آیا دین قهرمان بعدی جهان خواهد بود یا نپو؟ نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید. پس دینگ این بازی رو با حرکت D4 شروع کرد. اسب F6، اسب F3، D5 و بازی دور سوم هم دینگ همینطوری بازی کرده بود و رفت توی شاخه های گامبی وزیر C4 بازی کرد، اون H3 عجیب و غریبش. اما توی این بازی اومد و سیستم لندن رو بازی کرد، سیستمی که خیلی از بازیکن‌ها ازش متنفرن و به همین دلیل من بهش میگم سیستم کثیف لندن. و البته سیستم خیلی سختیه که با سیاه بتونی مقابلش بازی کنی، چون سفید خیلی ساده است بازیش و به سیاه امکانات زیادی رو نمیده. خب نپو C5 رو بازی کرد که یکی از بهترین شاخه ها هستش. ایسه از C6 C2 تا اینجا توی سطح بالا یکی از معروفترین شاخه ها مقابل سیستم لندن همینه و اینجا خیلی از بازیکنان یا وزیر B6 بازی میکنن و یا اسب H5 و اونطوری هم که دینگ توی کنفرانس مطبوعاتی گفت بیشتر دوست داشت این حرکات رو ببینه. حالا فرصت نیست ما اینها رو بررسی کنیم، ما حتما یک مجموعه راجع به سیستم لندن با سفید و سیاه خواهیم داشت، فعلا فرصت نکردم بسازمش ولی در آینده حتما خواهیم زد. اما اینجا نپو زد اینم اوکیه و فیل F5. جالبه که بدونیم این لاین خیلی بازی شده ولی دینگ بعد بازی گفت بعد از این حرکت من اصلا دیگه تدارکاتم تموم شد و دینگ خیلی توی این شاخه متخصص نیستش و حتی قبل بازی هم خیلی با خودش کلنجار رفته چی بازی کنم چی بازی نکنم، حالا که من یه امتیاز عقبم چه شاخه‌ای میتونه بهترین انتخاب باشه. و خودش اینطور میگه که اصلا خیلی زمان کمی مونده بود به مسابقه که تونست به سیستم لندن برسه و گفت چون این با استایل بازی من شبیه این رو بازی میکنم. پس ببینید در سطح بالا هم شروع بازی خیلی اصلی ترین عامل و عامل تعیین کننده نیستش. اینجا D3 رو بازی میکنه، اینجا یه لاین دیگه هست فیل B5 و بعد از E6 C4 که لاین حادتریه و شاید نپو این لاین رو مد نظر داشته ولی دینگ C3 رو بازی کرده و E6. حالا چرا این شاخه به سبک دینگ میخوره؟ چون همونطور که خودش هم گفت این مثل کارلسباد معکوسه. توی گامبیا وزیر ما یه شاخه ای داریم که به ساختار پیاده ی کارلسباد میرسه که سفید پیاده هاش توی ایسه و D4، سیاه تو C6 و D5. الان برعکس شده و دینگ اونها رو با سیاه بازی میکنه، الان داره با سفید بازیش میکنه و توی این وضعیت دینگ حرکت فیل B5 رو بازی کرد، میخواد این اسب رو برداره. یکی از اهداف مهم این شروع بازی کنترل خونه E5 هستش و فیل B5 دقیقاً به همین هدف بازی شده. فیل D6، سیاه هم میاد که فیل ها رو عوض کنه، فیل در D6، وزیر در D6. بله، ظاهراً وقتی شما بازی میکنید برای برد نباید اینجوری بازی کنید، بازی ساده، سیستم لندن بیشتر مساویه، چرا اینو بازی کنید؟ ولی مهمتر از اینها اینه که شما چه سبک بازی به سبکتون میخوره، چه ساختاری رو میتونین بازی کنین و چه ساختاری برای حریفتون خیلی شناخته شده نیست. نپو توی این وضعیتایی که غیر فعال و طرحهای تاکتیکی و دینامیک زیادی نداره خوب بازی نمیکنه و دینگ اتفاقا خوب بازی میکنه و به همین دلیل انتخاب دینگ به نظر من فوق‌العاده بود. بله، رخ 1 و اینجا شاید بشه گفت اولین اشتباه جزئی سیاه اینجا مرتکب میشه که من خودم اگه سیاه بودم و این حرکت رو بازی میکردم بعدش دیگه از پوزیسیونم خوشم نمیومد. اینجا سیاه باید حرکت غیر معمول وزیر C7 رو بازی کنه. نپو توی بازی H6 بازی کرد و به سفید اجازه اسب E5 رو داد. حالا که سفید اسب E5 میکنه سیاه دیگه نمیتونه بزنه چون چنگال میخوره، ولی اگر وزیر C7 رو بازی میکرد دیگه اسب E5 اون قدرت رو نداره چون سیاه میتونه بزنه و بعدش اصلا از C4 داره و پیاده E5 دفاع نمیشه و بعدش میتونه با F6 هم بهش حمله کنه. مواظب باشین که سفید به هیچ عنوان نباید F4 کنه. حالا بزنین یه
ماتی رو هم نشون بدیم، مات مختنق رو که خیلی وقته توی ویدیوها همچین چیزی رو نشون ندیم، وزیر هم میتونیم بگیریم ولی بریم مات مختنق رو نشون بدیم که یکم به زیبایی کار افزوده بشه. امروز یه مات دیگر رو هم خواهیم دید. پس اینجوری نمیشه برای سفید بازی کرد. حالا سفید شاید باید اینجا H3 بازی کنه و اگرم بخواد C6 رو بزنه و بعدش اسبش رو بذاره E5، در اون صورت سیاه C5 رو خواهد داشت، ستون نیمه باز B رو خواهد داشت که به پیاده B2 هم حمله خواهد کرد. پس این دیگه برای سفید چندان خوب نیستش. وزیر C7 خیلی حرکت خوبی، اگه سیاه بودیم وزیر C7 بازی کنیم و بعدش هم میتونیم جناح وزیر رو برونیم. اما H6 چرا بازی شده؟ میخواد این فیل رو نگه داره از این قطر، ولی خب فرصت رو به سفید میده و اسب B5 میکنه و الان یه تهدید پوزیسیونی اصلا وجود داره که سفید C6 رو بزنه بعد از اینکه زد B4 کنه و اینجوری خونه های سیاه رنگ رو بگیره. به همین دلیل نپو اسب B7 میکنه، A4 جناح وزیر رو میرونه، A6 فیل F1، سفید برتری مختصری پیدا کرده و اینجا اشتباه بعدی نپو این حرکته که به سفید اجازه گرفتن فضا رو در جناح وزیر میده. اینجا بهترین حرکت برای سیاه این بود که A5 کنه و جناح وزیر نذاره سفید A5 کنه، اما نپو اومد اسبا رو تعویض کنه که به عقیده خیلی از مفسران این یک اشتباه پوزیسیونی دیگه بود و سفید بعد از A5 دقت کنین خونه های سیاه رنگ، بازی قبلی رو اگه دیده باشین سفید توی خونه های سفید رنگ یک سلطنتی رو به پا کرد و فیل سیاه رو سیاه هیچ کاری رو نمیتونست بکنه. این بازی دقیقا برعکس، سفید روی خونه های سیاه رنگ این کار رو کرده و فیل سفید روی سیاه هیچ کاری نمیتونه بکنه. من بازی قبلی رو هم تفسیر کردم اما تو کانال انگلیسی لذت شطرنج، لینکش رو این بالا میذارم، میتونید ببینید، اون کانال رو هم داشته باشین. بعضی از بازی ها رو من اونجا تفسیر میکنم و بعضی ها رو اینجا. خب بعد از A5 وزیر C7 و اینجا وزیر F3، وزیر به جای خیلی خوبی میاد، کنترل خونه های جناح وزیر رو هم در دست میگیره، جناح شاه رو هم در دست میگیره که ایده جالبی هم داره وزیر F3 که در آینده خواهیم دید. رخ C8 خیلی نمیشه راجع به این حرکات سیاه نظر خاصی داشت، رخ C8 بهتر بود. خود یان میگه کل بازی رو من اشتباهات جزئی انجام دادم و هیچ جا خوب بازی نکردم. و رخ A3 حرکت جالب، دینگ خودش میگه این حرکت خیلی خوب بود، یه حرکت انتظاری مفید که حالا هم میتونه قصد B4 رو داشته باشه و بعد از B4 دیگه پیاده C3 حمایت شده و هم توی بعضی لاین‌های دیگه هم میتونه از طریق B3 وارد بازی بشه. این طرح رو خاصه هستش. فیل G6 خیلی خوب نبود. اسب B3 با ایده بردن اسب C5 از C6 که نذاره اسب بیاد توی خونه C5 و اینجا وزیر G3. این ایده ای بود که از وزیر F3 داشت. سفید میخواد قوی ترین مهره سیاه که وزیرش هست رو تعویض کنه و اگه این مهره تعویض بشه کنترل مطلق خانه های سیاه رنگ دست سفید خواهد بود. یان دیگه اصلا دوست نداشت وارد این آخر بازی بشه، هرچند که کامپیوتر میگفت وارد بشه، ولی یان وزیری هفت کرد که وارد این آخر بازی نشه. H4 حرکت قدرتمند، میخواد توی جناح شاه هم فضا رو بگیره، این پیاده رو هم شاید زمانی بتونه به H5 برسونه. رخ E8 با ایده های E5 سفید اسبش رو میذاره C5 و اینجا جایی هستش که یان E5 بازی میکنه. نپو بازیکنی نیستش که انقدر بتونه منتظر بمونه و توی وضعیت همینجوری مهره تکون بده، مثل کسایی مثل کاریاکی، ناکامورا، اینها که مدافعای بهتری هست. اینجا بهترین حرکت از لحاظ انجین ها و بقیده خود دینگ B4 بود و سفید برتری خوبی داشت، برتری تقریبا بالای دو پیاده هم داره حالا به عقیده خیلی از انجین ها، ولی دینگ خودش هم انتخاب خوبی رو بازی کرد. رخ B3 یه شاخه محاسبه شده از قبل، استرا 5، رخ دری 5، همه چی با ضرب میاد. وزیر F6، رخ برمیگرده با A3، حالا C4 اجباریه چون پیاده B7 زیر ضرب میزنه و H5. این چیزی است که دینگ دیده، پیادش رو هم به H5 میرسونه. اینجا نپو یه دفاع خیلی زیبا داشت که ندیده بود، خودش هم توی کنفرانس گفت که این ایده به ذهنش نرسیده و خیلی هم سخته، ولی اگه این ایده رو میدید شاید میتونست به مساوی برسه. و ایده هم رخ در E5 با علامت هستش. خب با وزیر که بزنه تعویض میشه، پیاده H5 رو میده، ولی خب اگه با ده بزنه هم وزیر زیر ضربه هم فیل، پس چه جوری حرکت طلایی وزیر D8 با ایده کیش
دائم. اگه جشیشو بزنه کیش شاه اچ دو کیش، خب شاه جی که مساوی میشه، وزیر اچ سه هم کنه میزنه توی پنج، حالا اصلا سیاه طلبکارم شد. این از این. خودت نپو میگفت خب مجبور نیست بزنه، ولی بعد از وزیر اف سه شاید، خب اینجا آره به ظاهر سیاه هیچی نداره، دی یک هم دفاع شده، ولی حرکت با علامت دیگه وزیر دی دو با ایده وزیر ای یک، اگه جی شیشو بزنه وزیر ای یک و بعد وزیر در ای پنج و اسب سه پنج رو هم میگیره. پس این یه ایده دفاعی تاکتیکی بود که نپو ندید و فیلشو گذاشت سه دو. خودش میگفت فیل دی سه باید میکرده، ولی خب اینم خوب نیست، سفید میتونه حرکت جالب بی 4 رو بازی کنه، ولی خب بازم جالب میشد، یعنی شاید فیل دی سه بهتر بود. فیل سه دو و حالا اسب در بی 7 پیاده از دست داد، وزیر بی 6 اسب دی 6 با علامت، البته دوتا علامت نداره، نمیتونه بزنه چون که اگه بزنه رخ در ای 8 وزیرش رو از دست میده، رخ در ای 5 وزیر در ای 5 وزیر در بی 2. این چیزی هست که نپروش حساب کرده بود و شاید این حرکت دینگ رو ندیده. خود دینگ میگه اینجا حرکت لحظه بحرانی بازی بود و رخا پنجی که بازی کردم شاید یکی از بهترین حرکت هام بود. از در سه چهار به نظر خیلی منطقی تر، پیاده رو میگیره و از رخ هم دفاع میکنه، ولی نکته اینه وزیر سه یک شاه اچ دو فیل دی سه حمله به اسب و رخ. حالا وزیری سه اجبار ظاهرن هم خیلی خوبه برای سفید، همه چی دفاع میشه، ولی وزیر دی یک حرکت با علامت اسب پنج. دینگ همه اینا رو حساب کرده و فهمیده این آخر بازی، خودش اینطور میگفت که این آخر بازی خیلی راحت نیست بردنش برا و به همین دلیل وارد این لاین نشدم. ببینید تا کجا رو حساب میکنن. این بازی دینگ واقعا عالی بازی کرد. رخ آ پنج حرکت با علامت و الان اگه سفید بزنه سیاه بزنه، سفید حرکت اسب 8 رو خواهد داشت و اگه داره تو جی 7 مات میکنه، اگرم باید بزنه ای 8 رو که تفاوت عقب میفته، اگرم این کارو بکنه سفید میتونه بزنه. زد وزیر دی 5 کیش، این شاه بالاخره مات خواهد شد چون که حالا رخم زیر ضربه و کار تموم. پس این از این. توی بازی شاه 7 کرد، حرکت جالبی بود و اینجا باز هم دینگ بهترین حرکت رو پیدا نکرد، بهترین حرکت وزیر یک بود و الان دیگه اسب در سه چهار رو میتونه بزنه بعد وزیر دی یک، چون اگه فیل دی سه کنه اسب، ببخشید دی پنج نه، اسب در سه چهار نمیتونه بزنه چون وزیری چهار رخ رو میگیره. در هر صورت وزیری یک قوی تر بود، اما رخ سه پنج خودش هم خوبه. اینجا به عقیده کامپیوترها نپو میتونه سه سر رو بزنه. ببین اینجا سه چهار زیر ضرب، اف هفت هم زیر ضرب، کامپیوتر میگه سه سر رو بزنه و بعد از اف 7 زدن مات نمیشه، فیلو بذاره دی 3 یا وزیر دی 2 بازی کنه. به این سخت اینا رو دیدم، مثلا فیل دی 3 خب بازیکن سر بازی میگه خب این میاد اینجا کیشم بدم شاه میره بالا، حالا من اینجا چیکار کنم؟ ولی خب نکته تاکتیکی داره این وزیر، الان داره مات میشه سیاه، ولی نکته تاکتیکی اینه که رخی 8 با علامت میاد و سفید باید بزنه، اگه نزنه هم باز وزیر کیش داره و حالا وزیر اف 4 کیش، این وضعیت مساوی میشه، مجبوری شاه جی یک کنی، وزیر سی اگه شاه اچ دو کنی مات که نه، حالا بازم مساوی میشه. پس اینا رو سخت سر بازی دیدن. نپو هم بازیکنی نیست خیلی فکر کنه، اینجا مثلا 44 دقیقه وقت داشت فکر کرد، ولی زیاد نه، مثلا یه 8 9 دقیقه فکر کرد، وزیر رو گذاشت سی یک و تصمیم گرفت که پیاده اف 7 رو دفاع کنه با اف 6، ولی خب حالا باز هم شاهش ضعیف و پیاده جی 7 با رخ سه 7 بعدن داره تهدید میشه. آ 5 اما نپو رو این پیاده حساب کرده بود، گفته اوه حالا من نهایتش یه رخو میذارم جی 8 اینو دفاع میکنم، پیاده آمو میام. از در سه 4 اینجا جالبه که بعضی از مفسرین مثل دوبوف میگفت رخ سه 7، ولی رخ سه 7 خیلی سخت بردنش برای سفید چون که سیاه میتونه اینجوری بازی کنه و دینگ قبلا هم میتونست وارد این چیزا بشه و نمیخواد وزیرا رو عوض کنه و بهترین لاین رو پیدا میکنه از در 3 4 و حالا اسبشو اول میذاره ای 3، راه وزیر رو بلوکه میکنه و میخواد بره برای رخ 3 7. خب فیل بی 1 اگرم آسه میکرد بازم رخ 3 7 میکرد، فرق چندایی نداشت، رخ 3 7 رخ جی 8 و الان اینطور به نظر میاد که سیاه دفاع کرده و میخواد آسه آدو کنه. از ده پنج شاه اچ هشت داره از طرف شیش کیش میزنه البته و باید برداره شاهش رو. اینجا حرکت
39 بازی هست، همونطور که میدونید در این مسابقات برای 40 حرکت اول 2 ساعت وقت دارم. فیشر هم نداره. دینگ اینجا همونطور که میبینید گوشی صفحه 6 دقیقه و 9 ثانیه وقت داره، یعنی برای این یکی دو حرکتش باید تو 6 دقیقه بازی کنه و این نپوز وقتش زیاد. اما بعد از حرکت 40م 1 ساعت به وقت بازیکنان اضافه میشه. مسابقات قهرمانی جهان حالا به این شکل داره برگزار میشه. اینجا از ای هف این رو هم بازی کرد، همونطور که میبینید 1 ساعت به وقتش اضافه شد و رخ F8. اینجا راه های برد زیادی برای سفید هستش، ولی خب تموم کردن کار کار سختی و دینگ اینجا خیلی فکر کرد. یه راه برد زیبا که کامپیوتر میگه اینه که اینجا رخ رو بذاریم به هفت که خیلی حرکت غیر معمولی رخ پشت پیاده است، ولی ایده رخ به هشته و دفاع نداره. ببینید اگه آدو کنه یا هیچ کار دیگه هم نمیتونه بکنه، رخ به هشت و بعد از اینکه وزیر کنه یه مات خوشگل رو خواهیم داشت. رخ در اف شاه چپ وزیر جی 6 کش. یه بار علیرضا اینجوری مگنس رو مات کرد، حتما اون بازی رو هم بعداً براتون ویدیو درست خواهم کرد. یه بار اینجوری مگنس رو مات کرد توی بازی‌های آنلاین، یا شاید هم فکری بود یادم نیست، شاید سر میز بود. بعد از رخ اف این یک برد بود، ولی دینگ یک شبکه ماتی خیلی خوشگل رو اینجا میبینه و این یکی از صحنه‌های زیبای این بازی بود. د 5 میکنه، حرکتی که خیلی منطقی نیست. شاید خب فکر کنیم داره پیاده رو میره وزیر کنه، اما یه نکته دیگه داره. ببین اول بگم اگه سفید وزیر 3 7 کنه شاید بگیم خب این تمومه با تهدید از جی 6. سیاه شاه 7 میکنه، پیشگیری میکنه. حالا اگه از جی 6 کنی رخو میذاره جی 8. حالا سفید اینجا برد نداره، برد قاطعی نداره. این رو دینگ حساب کرده و ببینید چجوری این شاخه رو بهبود میده. اینجا د 5 میکنم، آدو، حالا وزیرش رو میذاره 3-7. ببینید اگه وزیر ج 5 چیزی بازی کنیم بازم از ج 6 وزیر در ج 7 میخوره حرکت بعدی، پس نمیشه. بعد از وزیر 3-7 شاه 7 کرده و حالا از ج 6 بازم مثل قبل داره ج 7 رو میذاره، مجبور رخ ج 8 کنه. و حالا تفاوتی که اینجا دینگ رقم زده این پیاده دشه، وزیر رو میذاره F7، حرکت با علامت. اینجا نپو تسلیم شد چون که دینگ شبکه ماتی براش دیده. اگه وزیر کنه سفید اصلا کاری، اگه وزیر کنه البته میزنه، ولی فرض کنیم وزیر نکنه، مثلا وزیرش رو بذاره D2، سفید اینجوری مات میکنه. این تاثیر پیاده D هست، شاه چف که رخ چش مات میشه، اینجا هم اینجوری مات میشه و خونه ایشیش رو گرفته. اگرم وزیر میکرد خب وزیر کنه هیچ مشکلی نداره، وزیر کنه با رخ میزنیم وزیرش رو میگیریم. خب اینم از این. اما نپو نذاش این اتفاق بیفته و اینجا تسلیم شد. اینم از بازی دور شیشم، نتیجه 3-3 مساوی شد و نوید بخش بازی های هیجان انگیز دیگه ای هست این نتیجه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، اگر اینطور بوده حتما لایک بزنید، برای من نظرتون رو زیر ویدیو بنویسین و ویدیو رو هم با دوستانتون به اشتراک بذارین. روز و روزگار خوبی رو داشته باشین.